تمامی جریان‌های سلفی بر پایه جشن میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله را بدعت دانسته و این جشن و تمام فعالیت‌های مربوط به آن را حرام می‌پندارند و هر سال نیز در ایام میلاد آن حضرت جنجالی بر سر این مراسم به پا می‌کنند. به گزارش شیعه ویوز، به نقل از پایگاه مصری الیوم السابع، شیوخ سلفی مصر در حالی به تحریم جشن میلاد پیامبر فتوا می‌دهند که مردم مصر با این فتوا مخالفند و جشن‌های بزرگی به این مناسبت برگزار می‌کنند. شیخ محمود لطفی آمر، مبلغ سلفی گفته برپایی جشن میلاد برای هر شخصیت دینی از جمله پیامبر بدعت است و کسانی که آن را انجام دهند جایگاهشان در آتش است. وی در مورد شیرینی جشن میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز گفته شیرینی به خودی خود حلال است، اما به خاطر ارتباط با مراسم های دینی خوردن آن جایز نیست و کسی که مایل از شیرینی مصرف کند باید آن را در روزی غیر از روز میلاد پیامبر خریداری کند. شیخ سامح عبدالحمید از دیگر مبلغان سلفی مصر نیز گفته تلاش ما بر این است در روزهای جشن میلاد پیامبر از این شیرینی نخوریم، زیرا خوردن شیرینی در روزهای جشن جایز نیست، به این معنا که شیرینی در این مراسم ها به نماد برپایی جشن تبدیل می شود و برپایی جشن میلاد پیامبر نیز بدعتی است که باید از آن دوری گزید. گفتنی است جریان‌های سلفی در حالی در مورد مسائلی مانند خوردن شیرینی میلاد پیامبر و زیارت قبر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تظاهر به احتیاط در دین می‌کنند که در امور مهمی مانند جان و مال مؤمنان به راحتی فتوای کفر و مباح بودن خون و جان را صادر می‌کنند و ارزشی برای جان و مال و ناموس مسلمانان قائل نیستند و این نظریه سلفی ها در دوره ظهور داعش در عراق و سوریه به خوبی بر همگان نمایان شد.